عرض میکنم خدمت همه ی هموطنان عزیز در سراسر جهان. خوش آمدید به برنامه Thursday Night Fever. خیلی خیلی مشرف فرمودید. دوستان عزیز در جمعیت اینجا زیر یک سقف در شهر گلندل در کانتی لس آنجلس خیلی خوشحال هستیم. تابستان گرم، برنامه های گرم، پنل گرم و یک برنامه اختصاصی و یک برنامه‌ای که امیدوارم مورد نظر شما هموطنان عزیز قرار بگیره. آماده هستید یک برنامه بسیار بسیار عالی رو در خدمت شما اجرا کنیم. تپش تلویزیون Stars on Brands in Glendale, California. Ladies and gentlemen, welcome to Thursday Night Fever, live from Los Angeles, your host, Ali Reza, Ali Qasemi. سلام به همه، سلام به تک تک شما. خوشحالیم که یک بار دیگه با شما هستیم در برنامه تر پنجشنبه شب یا همون Thursday Night Fever. و چقدر دنیا عوض شده تو این سالها که در صورت ما زندگی کردیم و ما بزرگ شدیم تا امروز. مثلا فکر کنید برگردیم مثلا قبل از ماها، قبل از ما مثلا به یادم 80 ساله روبرو بشید، به یادم 80 85 ساله روبرو بشید، بعد بهش بگید که ببخشید شما مثلا اون دوران جوونیتون کل می‌خوردید که سلامت بمونید. چی؟ کل چی؟ کل و بگم کل، طرف بگی کل عزیز من، کل زدنی خوردنی نیست. گفتم خب حالا بیخیال، منظورم اون نیستش، اون یه چیز دیگه است. خب بریم سراغ چیز دیگه، مثلا انتای اکسیدنت. مثلا شماها انتای اکسیدنت میخوردید اون دوران، بعد باز دوباره طرف میگه چی؟ بعد ما میخوایم یه خود ایرانیش کنیم، میگیم همون آنتی اکسیدان. باز دوباره طرف متوجه نمیشه. بعد میگیم آقا اینایی که مثلا استرابری، بلوبری، بلکبری، راسبری، میگه اینا چی هن؟ بعد توضیح میدیم بهشون، متوجه میشن، میگن خب هر وقت فصلش بود خب میخوردیم دیگه. الان دنیا عوض شده، دنیا ماها کلن عوض شده. مثلا میخوایم بریم دکتر، بریم سراغ آقای دکتر، سلام آقای دکتر، حالت چطوره؟ میگه خوبی، چه خبر؟ اینا تستاتو چک کردم دیدم. میگه بذار دکتر جون، خب یه گوشت میخوری؟ میگه میخوام. خب آره دیگه، گوشت بد خورد دیگه. میگه نه اصلا، اصلا گوشت نخوری، خیلی بده، نقرس میاد. خب گوشت نمیخوریم، چشم. خب غذاهای دریایی خوبه؟ یه سمن که توش میدونی مرکوری داره، اصلا داغونت میکنه. بقیه غذاها هم نخوری، یه وقتا کلسترول، میدونی که کلسترولش خیلی بالاست. باز فکر میکنید که اگر اینم غذا کلسترولش بالاست خب چی کار باید کرد؟ میگه آخه بعضی چیزها رو آدم دکتر هوس میکنه، بعد دوست داره دیگه. میگه مثلا خود تو چی دوست داری؟ نمیدونم شماها چی دوست داری، من به جگر و دل خیلی علاقه دارم. میگم خب مثلا جگر و دل چی؟ یعنی شوخی کردی بابا؟ میگم نه چطور دکتر جون؟ میگه دل و جگر، یعنی اصلا میدید تلگریسیدنت کجا میره؟ یعنی مرگ دیگه، دیوانه شدی؟ خب ببینم یه سوالی، صبح چایی میخوری؟ خب آره چایی میخورم، مگه میشه چایی نخورد؟ با چی؟ با شکر. چه جوریش؟ سفید. سفید؟ با چایی شکر سفید میخوری؟ خیلی بده. قهوهی خوبه؟ این پک قهوهی ها ممکن رنگش کرده باشه. صورتی چی؟ مرگباره، نمیدونم چطور زنده ای. شکر زرد، معلوم نیست، اونا میگن سرطانزاست. فقط حساب بکنید ببینید چه داستانهایی ما
در گذشته داشتیم و امروز چه مسائلی داریم. یه چیز خیلی جالب براتون بگم، اونم قدیما بود تا به امروز. در گذشته ها ما زمانی که میخواستیم بریم یه غذایی یا چیزی بخوریم به همون یاد داده بودن، مثلا غذامو میافتاد، خب چرا ورش نمیداری؟ افتاده زمین، خب فوتش کن. ما متوجه این بودیم که با یه فوت کردن غذا خوب میشه و درست و راحت میشه خوردش. امروز بچه دیدم با مادرش نشستن سر میز، یه ذره نونه خورد به میز، بچه از دور فریاد زد ماما. بعد میگه مادره میگه چی شده؟ میگه نونم خورد به میز. نخوری یا معلوم نیست کی دستش به این میز خورده. ما یادم میاد یه سیب راحت با یک فوت هم لازم نداشت، ضد عفونی کردن سیب کسی یادش چطوری بود؟ آفرین کجی زادوری عزیزم، یا به پیرنت میمالیدی یا به شلوارت، بستگی داشتش که خودت حس میکردی کدوم بهتر ضد عفونی میشه. اما امروزا خیار و سیب و اینا رو اینجوری نمیشه خورد و دنیا عوض شده. همه ما هم تو این استرس هستیم، استرس داغون کرده همه ماها رو. با هر کسی صحبت میکنیم یه استرس دارم، دیپریشن دارم، دیپرسم. دختر خانم مثلا بذار برگردی به عقب. شما مثلا فکر کنید از آن الان برگردید به مادر بزرگا، به پدرای که مسن‌تر هستن یا سال خوردن، بپرسید شما تو زمانتون روانپزشک، روانشناس، روانکاو، روان تراپیست، آیا اینا اصلا تو ذهن شماها بوده؟ به خدا اگر بوده. اما امروز دختر خانم خیلی راحت بلند میشه میره پیش دکتر روانشناسش. دکتر میگه چی عزیزم، چه اشکالی داری، چه مشکلی داری؟ میگه دکتر جون یه مقداری ناراحتی دارم، یه مقدار دیپرس هستم. میگه دیپرسشنت از چی عزیزم؟ میگه هیچ وقت یاد ندارم که ددیم به این گفته باشه I love you. این مشکل ماها شده. یکی نیست بهش بگه پدر سگ. ماها اصلا فکرشو بکنید کدوم یکی از ماها تو دوره خودمون جرأت داشتیم منتظر باشیم ددیمون به اون بگه I love you. باید هر روز بودیم شاکر. یه خبر جالب دیدم، خیلی جالب بودش. ما کسایی که در لس آنجلس زندگی می‌کنیم یا خارج از کشور هستیم، یه چیزی خیلی برامون آشناست. اونم یه علامتای برای هندیکپ. یعنی کسانی که یه مشکل دارن، یکی از این علامت‌ها رو دارن. بعد تو لس آنجلس اگه کسی وارد شد یا اومدش، تو رو خدا منتظر این نباشید که برید جای هندیکپ، اگرم مشکل دارید و نقص و عضو دارید برید اونجا پارک کنید. اونجاها پره، همه دارن اینجا، همه یکی یه دونه دارن. واسه همینم خیلی جالبه، دیدم یه آقایی تو یه شهری پلیس میره بهش تیکت میده، آقای با صندلی چرخدارش میاد، این واقعیته، با صندلی چرخدارش میاد میره اداره پلیس، میگه به من تیکت دادن، اینم صندلی منه، ازش عذرخواهی میکنن، تیکتشو ویف میکنن که دیگه مشکل نداشته باشه. فکر کنید آقای چیکار کرده بعدش؟ نه پول جریمه رو داده، صندلی چرخدار رو هم پس داده. بی دلیل نیست میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. امشب هنرمندان بسیار عزیزی با ما همراه هستند. امشب با مهرداد آسمانی، امشب با آیدی، امشب با الیساندرو، امشب با رامین زمانی، با ما همراه باشید.
بخش اول برنامه گفتگوی دارم با یکی از هنرمندان بسیار دوست داشتنی که مطمئنن همه منتظر دیدارش هستید و از آخرین گفتگویی هم که با هم داشتیم تا الان فکر نمی کنم گفتگوی جایی خودم دیده باشم، شاید هم داشته. به هر صورت خانم ها آقایان، صدای خوش مهداد آسمانی. سلام برشو، خیلی خوش آمدین. قربون همه شما، نورم افتاده تو چشمون زیاد شما رو خوب نمیبینیم، ولی خوش آمدین، خوش آمدین به برنامه تاک شو تپش. مرسی، زنده باشین. مرسی، زنده باشین. خوب هستی؟ قربانه. از آخرین باری که با هم صحبت کردیم تا حالا گفتگوی داشتی؟ نه نداشتی؟ نه هیچ جا. بسیار عالی. چه خبر مهرداد آسمانی، چیکار میکنه؟ مهرداد یکی دو تا کار تازه ضبط کردم که یک شو همینجا برای تپش خوندم، یار شیرین، دلدار شیرین، لحظه دیدار شیرین. بله. یک کار عاشقانه دارم ضبط میکنم، ویدیوی خانومی حاضر شد دیگه، همین دیگه. بسیار عالی. مهرداد خودتو عنوان آدم پرکار میبینی یا آدمی که خب هر وقت حال میکنه، هر وقت دوست داره کار بکنه؟ آقا پرکار معنیش چیه؟ یعنی که مثلا هی آهنگ بده بیرون، هی آلبوم بده بیرون. آها. اون از اون بابت فکر میکنم پرکار بودم. توی مثلا 5 سال 3 تا آلبوم یه 4-5 تا ترک به صورت سینگل فکر میکنم پرکاره دیگه. یه خواننده‌های مختلفی رو تو براشون آهنگ ساختی. آیا هنوز هم این کار رو انجام میدی؟ نه. چرا؟ بیشتر برای کسایی کار انجام میدم الان که گمنامن. آها. اونا فکر میکنم بیشتر به کار من احتیاج دارن تا دوستان سرشناس. اونا کارشون رو بلدن، خودشون دارن انجام. خب تو برای خیلی آهنگ ساختی. درست. خیلی از خواننده ها. برای شهرام سلطی، برای گوگوش، برای لیلا فروهر، برای منصور، برای شهره، شرم شپره، مرحوم محستی، خانم نوشافرین، سوزان روشن، آقای ستار، خیلی دیگه برای همه افتخارش. شما سرآغاز فصل دوم برنامه تای پنجشنبه شب هستید، یعنی ما یک فصل رو 13 قسمت رو پشت سر گذاشتیم و توی این 13 قسمت 67 نفر باشون گفتگو شده. توی این 67 نفر خیلی از دوستانی که سالها و بارها و بارها روی صحنه بودن، چون این یه تجربه جدیدی بود براشون، حس من این بودش که خیلی فرق داشتش. آره. تا اینکه راحت میان و میخونن و برنامه اجرا میکنن، یه مقداری ریزرفتر بودن، یه خورده حالا نمیخوام بگم اسم هولد شدن، ولی یه خورده همچین مثل همیشه نبودن که ما میشناختیمشون یا روی صحنه میخوندن. و این آغاز فصل جدید ماست در برنامه تپه پنجشنبه شب. البته که شما فکر میکنم برنامه دوم یا سوم بود که لطف کردی و از من خواسته که بیام تو این برنامه، ولی به دلایلی میدونی که نشد بیام. بله. ولی فکر کنم که شانس من بوده که بیفتم برای سیزن دوم. خب ما خوشحال هستیم. منم همینطور. بسیار خوشحالم. ما همونطور که گفتم یه مدتی با هم دیگه فقط حرف میزدیم، ولی با هم به هیچ عنوان کار نمیکردیم. اصلا کار نمیکردیم. و یه موضوعی بودش همیشه، اونم اینه که من به کار تو، به هنر تو همیشه احترام گذاشتم و به نظر من یکی از خواننده های بسیار خوب ما هستی. صدا سلیقه است. دقیقاً. صدا کاملا سلیقه است. هر کسی از یه صدای خوشش میاد، طرفدار یه صدا هست. ولی درست خوندن و خوب خوندن
شما جزو یکی از اونها هستی که وقتی با هر کسی صحبت میکنم اگه اسم 10 نفر رو میخوام بیارن یا 5 نفر بیارن مطمئنا تو یکی از اونها هستی که خوب میخونی. و امروز هم با هم دیگه یه چالش داریم، من و شما یه چالش با هم دیگه داریم. قبل از اون چالش یه کاری بخوام باهات بکنم، یه شوخیه. کاری با من نکن. یه شوخیه. میخوام ببینم آیا آدمی هستی که سریع فکر کنی و سریع جواب بدی؟ اصلا کلن این کرکتر رو داری؟ حاضر جواب نیستم. نه حاضر جواب نیستی؟ نه اصلا. یعنی مثلا فکر میتونی بکنی سریع فکر کنی جوابشو بدی؟ نه. نه؟ نه نمیتونم. خب این خوب نیستش. خب. تو آدم باهوشی هستی. خب آدم باهوش فکر نمیکنم در جا تصمیم بگیره یا نه در جا نه فکر کنه آدم... جواب بده. ولی آدم باهوش هستی جدا. من یه سری سوال ازت میخوام بکنم سریع. ولی هر چی سوال کردم شما باید برعکسش رو جواب بدی نسبت به اون چیزی که باور داری، نسبت به باورت برعکسش رو جواب بدی. اما باید یه مثال بزنی متوجه بشی. اصلا زمین گرده؟ مستطیل لابد. نه 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 نه، یا آره یا نه. زمین گرده؟ نه. ماریکالله پس بلدی. خب پس بلدی. حاضری؟ آره دیگه. ولی سریع نه. نه باید سریع باشه، نمیشه سریع. سه چهار ثانیه. نه 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 سریع باید جواب بدی. سریع جواب بدی. آماده هستین همتون؟ اوکی گود. زمین گرده؟ نه دیگه. نه دیگه نده. سریع. زمین گرده؟ نه. ماه صبح در میاد؟ آره دیگه صبح در میاد. تون تون باش. تون تون. موی خواننده خوبیه؟ موی خواننده خوبیه؟ نه خیلی هم بده. نه با سادی با نمکه؟ نه. پنج دوست دختر داری؟ آره دارم. آره که الله چه نمیداری؟ ماه زم میگیری؟ آره آره دارم میگم دو سه تا. از موزیک بیزاری؟ چی؟ از موزیک بیزاری؟ آره. فکر نکن این چی؟ دیگه فکر چیه؟ دیگه بگیم نامردی یک ثانیه دیگه اوکیه دیگه. گاف شاخ داره؟ چی چی؟ این چی چی هاش نمیدی؟ هم شاخ شاخ داره. شما آقا شنیدی چی گفتی؟ خدایی شنیدی شاخ شاخ داره؟ برو درست بگو دیگه. خروس تخم میذاره؟ خروس آره یه هر روز. آی شما گفتم آدم باهوشیه. بسیار عالی. گود جاب. بسیار عالی. خب حالا بخش دیگه داریم با هم دیگه. الان میرم. این بخشش این بخش فرق میکنه. این بخش اینه که من دوست دارم هر هنرمندی با لباس خودش توی برنامه، مثلا یه آهنگساز باهاش کاری کردی، با شوبرت آواکیان ازش بهش گفتم اگر می‌خواستی آهنگ بسازی برای هر کسی با یه شعر قلقلیه. آره دیدی. آره یوتیوب دارم قلقلیه رو واسه کسای مختلف ساخت. امروز می‌خوام یه کار دیگه انجام بدیم. ما یه سری آهنگ آماده کردی، این شعراشه، یعنی نمی‌تونی بگی بلد نیستم. خب اینا رو من می‌خوام به سبک مهرداد، آهنگایی که خواننده‌های دیگه خوندن، به سبک مهرداد بیستی و بخونی برامون. آخه یه چیزی هست، این حالا اینه که من رو به شما واقعیت، چون علیرضا این بخش رو میدونه، یک ترانه که وقتی که از زمانی که متولد میشه برای خواننده، وقتی خواننده اون ترانه رو بارها و بارها و بارها اجرا میکنه، مخصوصا روی صحنه، در اثر اجراهای زیاد باعث میشه که هم شنونده و هم خود اون خواننده اعتماد به نفس پیدا بکنه روی اجرای اون ترانه، و شنونده هم اون ترانه رو از دهان اون خواننده قبول بکنه. درسته. مثلا شما ترانه که آقای معین خونده رو شما دوست داری با صدای خود معین گوش بکنی، درست میگم؟ و اجرا کردن، البته که اجرا کردن یک ترانه، شما مثلا یک ترانه‌ای که شهرام شب پره خونده من بیارم توی سبک خودم بخوام، این کار خیلی کار سختیه. یعنی اگر این چیزی که شما از من میخوای، خب بسیار کار دشواریه که از من میخوای که همین الان اینجا انجام بدم. ببین بعد از اون همه مدت که ما با هم یه هفته میزدیم، این بهترین جاست که جلوی این دوستان یه انتقامی ازت بگیرم. برای همین راه دیگه ای نداره. و برام من میدونم تو میتونی از پس این کار بر بیای. یه شب این راکی چند بود؟ فیلم راکی. آره راکی چند بود؟ آخری چند بود در اومده؟ راکی 5 رو یادم میاد. 6. 6 7. آره. من آخری
ما رفتیم سینما. آها آها آره راکی شیش بود، راکی بلبوا. بله. ما رفتیم سینما، ایشون هم با یه دوست خواننده قهر بود. حالا ما با اون دوست خواننده بودیم، حالا میگیم با من قهر بودی یعنی همه باش قهرن. آره حالا ما رفتیم تو سینما و نمیدونیم چی کارم بکنیم، علیرضا هم جلو نشسته و اینا. این کجی زادوری اینجاست؟ بله اونجاست، اون تهه. افتخار کجی، دست قشنگ بزنیم. یه آگهی برای امید درست کرده بود، آهنگ راکی رو گذاشته بود، بابام بام، امیدم میدوید وسط کوچه مثلا. حالا این آگهی کنسرت بود دیگه، مثلا امید با آهنگ راکی داره وسط خیابون آماده میشد. آره داشت آماده میشد. بعد ما هم نشسته بودیم، حالا این خواننده که با ایشون قهر بود، همون خانمی که شما رو کتک زد، با ما دوست بود، سمده، این سمده، میگه همون خانمی که با شما رو با کاراته زد من رو برد سینما. آره بعد همون آهنگه که اومد گفتم علیرضا امید، علیرضا امید. حالا این سینما، این ما میخندیدیم، سینما هم میخندید، همه آمریکایی مثلا برای چی میخند؟ من تو میخندیدی جان، من تو میخندیدی سینما هم، ولی میخندیدی از خنده ما دیگه. یعنی ما قهر نبودیم. حالا اینو منظور، حالا چیکار بکنم بگو؟ آماده اید بفرمایید بالا. بالا من بالا، نه اون بالا، بالاتر. آره چه آهنگی هم گفته اگه بدونی. چشمم اشکشو کم میاره، اون که رفته دل من گریه میخواد. مرسی. البته که خب صدای داریوش و خاطرات شما با داریوش عزیز، به افتخار داریوش عزیز یه دست قشنگ بزنید. سخت بود ولی یا بسیار زیبا، بسیار زیبا. مرسی. یاد هایده برید. اوکی. خب به افتخار مرحوم هایده یه دست قشنگ بزنید. ببین ما رو به چه کاری وامی دارید، این خیلی نامردیه. سیاه چشمون چرا تو نگات دیگه این همه وفا نیست؟ سیاه چشمون بگو نکنه دلت دیگه پیش ما نیست. پریشونت شدم، میدونی واسه همه چیمو باختم، واسه دوست داشتنت طاقتم دیگه بیشتر از اینا نیست. تو این غربتی که هستم بازم دست تو دستم، تو این غربتی که هستم دارم میمیرم، بازم دست تو دستم، میخوام بگیرم. حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت نیست. هنوز یار تو هستم، حالیتم نیست، به هیچکی دل نبستم، حالیتم نیست. سیاه چشمون میخوام حالمو بپرسی، بشی مهمونم من حالمو بپرسی. نگفتی نکنه خونش خرابه، ندیدنم واسش رنج و عذابه. نگفتی که علی به این ولایت تموم زندگیش نقشه برابه، تموم زندگیش نقشه برابه. با من توی میخوام بگیرم، حالیت نیست، تو این غربتی که هستم بازم دست تو دستم. میخوام بگیرم، حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت کجی، حالیت نیست. زنده باشی. به افتخار هایده عزیز یه دست قشنگ بزنی.
این آهنگ آقای نوجوکیه نه؟ نوجوکیه آره. شعر خانم کسرا. خانم هدیه. بله هدیه کسرا. به فکر همه عزیزان یه دست قشنگ بزنید لطفا. بلش کن دیگه. داره کم کم جا میزنه. خب خب ابی 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 خب بس اینا با پیانو بخونم بعد دارم. اوکی هر چی دوست داری. سخت آخه به خدا اینا. اینا کارهایی که شعراش هم من بلد نیستم. ولی خب میخونیم دیگه. چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه با وفاست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست، میگم گرفتار شماست. نگاهتون پیش منه، حواستون جای دیگه است، خیالتون اینجا که نیست، پیشه یه رسوای دیگه است، پیشه یه رسوای دیگه است. نفس نفس تو سینه، عطر نفس، اگر که خونه ی دل جای شماست، خونه ی دل جای شماست. مرسی که منو کمک میکنین. این خوبه. من از این آهنگ خاطرم زیاد دارم. یادم میاد دوست نازنین منم کارش نوشته. مونی. بیا جلو. بیا کجا؟ میخندی؟ بیا جلو. اینا همه بلدن اینا. آواز میگه من میگه بخون. خب اینه بعد میکروفون اینجا بگیری بعد صدای کورم بدی بخونم. برای من نوشته گذشته ها گذشته، تمام قصه ها محبس بود، برای اون نوشتم، برای تو حبس بود، ولی برای من نفس بود. کاشکی خبر نداشتی دیوونه یه نگاهتم، یه مشت خاک ناچیز افتاده ای به زیر پاتم. کاشکی صدای قلبت نبود صدای قلبم، کاشکی نگفته بودم تا وقت جون دادن با هاتم، تا وقت جون دادن با هاتم. خب دیگه تموم شد بریم. نه دیگه نمیخونم اونو، نمیخونم، میدونم اینجاست، نمیخونم، دیدم نمیخونم. یه آهنگ، یه کار. آقا نمیخونم. یه کار قشنگیه. آقا نمیخونم. به چه زبونی بگم؟ یا
یادتونه داشت میگفت سینما رفته بودیم؟ یادتون هست؟ همون خانومه که تو رو با کارات زد ما رو برد سینما؟ آره همون صمد آقا. نمیخونم اینو. حاضری؟ آقا نمیخونم، من رفتم. خب بذار آخر سری رو بخونم. بدبختیه به خدا، پشتش 2000 تا حرف آخه. یه آدم مریض هستن تو؟ مریض خوبا، از جنس آرتیستیک. ایدا جان شما بخوای نخوای پشتت حرف هست، بخون. قشنگت منو آشتی داده با من، منو گنجشگای دیدنت، به هوای دیدنت و پر میگیریم از طولونه، باز میام مثل هر روز برامون دونه بپاشی، منو گنجشکا میمیری. تو اگه خونه گنجشکای دیدنت، به هوای دیدنت و پر میگیریم از طولونه. میدان آسمانی، مرسی. گفتم صدای بسیار زیبا. نازنین، آهنگساز، تنظیم کننده، شعر میگه، شاعر در ترانه سرا، در واقع ویدیو کارگردانی کرده، چندین ویدیو کارگردان، مو رو بلد کوتاه کنه، به خدای دروغ بگم دیگه واسه تو بگم کاری نیست این آدم نکنه. فقط ما دوتا خیلی جالبه، یکی از شمال، دیگری از جنوب، یکی از غرب، یکی از شرق. خانم آقایان، رامین زمانی. یادم میاد یه بار با هم دیگه توی استودیو دوست خوبمون کجی بودم، بعد صحبت کردی گفتی علی یه بار بعد موهاتو من کوتاه کنم برای گفتم رامین مگه تو هیچ کار نمی کنی؟ تو هم مگه موهام کوتاه میکنی؟ میگن اولا که سلام به همگی، خیلی ممنون که من رو دعوت کردی اینجا.
میگن کسایی که همه کاره و هیچ کاره شنیدی دیگه. حالا منم کسایی که معمولا همه کار میکنن هیچ کاری رو درست انجام نمیدم. منم نصف نیمه، یه ذره از این یه ذره از اون. نه ولی واقعا بلدی مو کوتاه کنی؟ نه من کارم قبل از اینکه برم مدرسه موسیقی آرایشگری بود، آرایشگری و میکاپ. کجا؟ کانادا، تورنتو، ادمنتون، آلبرتا. تو ادمنتون مو کوتاه مرد یا زن؟ همش، هر دوتا. با مدلینگ ایجنسی ها کار میکردم، با جان کازابلانکا کار میکردم، با آرایشگاه 4 سال 5 سال حرفه‌ای و جدی. آرایشگاه اونجوری. آره مال ما مردا میدونی همیشه یه فرق داره دیگه. به گفته من یکی از دوستای خوبم اینجاست که آرایشگره. هنریه؟ نه آقای مکس هستن. مکس. آره. آقای مکس قدیمیه واقعا. بله. من یک شوخی باش همیشه داشتم تو دبی به خصوص. برده بودیم با هم دیگه اون زمان کنسرت جیپسی کینگز، اون واقعیه، نه اینکه تو ایران هی میبرن میگن جیپسی کینگز، جیپسی کینگز نیستن، جیپسی کینگز اصلی اونجا بودن. اینا می‌خواستن موهاشون رو کوتاه کنن، من از مکس عزیز خواهش کردم کوتاه کنم. بعد یه شوخی با مکس داشتم، هی گفتم که شما سلمونیا و ما سلمونی نیستیم، ما آرایشگری. گفتم شما سلمونیا، ما سلمونی نیستیم، ما آرایشگری، تو دوربیچی. من سلمونی بودم. تو سلمونی بودی؟ من سلمونی بودم. فرقش چیه؟ هر دوتاشون مو کوتاه میکنن، رنگ میزنن. قیمتش فکر کنم طرف برای هایلایت میگیره 600 دلار واسه تو، 60 دلار این میگه سربوری و میشه آرایش کرد. دقیقاً خردوت هم یه رنگ رو استفاده میکنه. ولی جدی کارایی رو که کلن در ارتباط با هنره همه رو علاقه دارم، نمیدونم چرا، و سعی میکنم هر چیزی هم که میتونم، هر چیزی رو که لذت میبرم سعی میکنم انجام بدم. اولین آهنگی ساختی؟ اولین آهنگی که ساختم برای مادرم بود که هیچ کس نشیده هنوز، ان شاءالله که. یعنی اول آهنگی که ساختی هنوز هیچ کی نشیده؟ هیچ کس نشیده. یعنی آهنگ اومد بیرون، تو کانادا اومد بیرون، آهنگی بود برای مادرم درست کردم. کی خوندش؟ خودم خوندم. او خودم خو... آره. خواننده‌ام هست. بودم. ویدیو هم درست کردم دادم بیرون. بعد از اونجا اصلا همه چی شروع شد، موسیقی ایرانی از اونجا شروع شد. موسیقی کلاسیک می‌خوندم تو مونترال کانادا. یه حسم بهم گفتش که این شعر رو بنویسم، دلم واسه مادرم، هممون بالاخره از خانواده‌مون دور بودیم، دلمون تنگ میشه، منم دلم تنگ شده بود، برای مادرم یه شعری نوشتم و آهنگی درست کردم. و دوستانی که مثلا تو کار موسیقی و این چیزا بودن همه گفتن این آهنگو کی برات درست کرده؟ گفتم خودم درست کردم. و ای بر ما میتونی آهنگ درست بکنی؟ گفتم ای اینو من همینجوری الکی درست کردم. خلاصه شروع شد داستان. کی بودش؟ برای کسی که اومد بیرون ما شنیدیم چی بود؟ یکی از اولین کسایی که اومد سراغم کامران، از کامران و هومن، 16 سالش بود اون موقع. جدا؟ آره، مونتریال. چی خوندش؟ از کار آلبوم اول بلک کتس، آهنگایی که درست کرده بودم، فکر میکنم نرو بود، نسل عشق بود، چند تا آهنگ بود که توی آلبوم اول. اون موقع درست کردی بعدن اومد؟ نه، این داستان مثلا 16 سالگی کامران و پدرش اومدن پلو من که برای ما آهنگ درست بکن. و چند سالی گذشت، ما مهاجرت کردیم رفتیم کانادا، ونکوور. ونکوور فکر کنم کامران 19 20 سالش بود، دوباره اونجا منو شانسی دید و گفت رامی من میخوام با تو کار بکنم. این آهنگا رو من شروع کردم اونجا براش درست کردن. که آهنگ درست کردی که چند تا خواننده با هم دیگه میخوندن؟ ایران ایرانم کیا بودن خواننده؟ ایران ایرانم فریدون بود، کامران بود و هنگامه. فریدون، کامران، هنگامه. اولین آهنگ آفیشیال حرفه‌ای که من دادم بیرون این آهنگ بود. ایران ایرانم. بعد فریدون رفت با این آهنگ فکر کنم همه یه جورایی از هم جدا شدن. من خواستم اینا رو بیارم به هم دیگه که یه آلبوم درست بکنم برای هر ستاشون. با فریدون در تماس هست ایران؟ با فریدون در تماسم. هنوزم یه آهنگی خون تو ایران خیلی گرفته. فریدون صدای بسیار زیبایی داره. نمیدونم دوستان تا چقدر میشناسن فریدون رو؟ دوستان دیگه افتخارش کف خیلی بلند بزنیم. دوست خیلی خوب منه، دوست سالیان پیش از کانادا، و صداشو خیلی دوست دارم. من اونجا هم الان داره فعالیت میکنه و بسیار هم موفقه. جاش خالیه اینجا ولی جاش خوبه اونجا. خب دیگه برای کیا کار کردی دیگه؟ خودت که میدونی. آره خیلی ها.
چی شد اومدی لس آنجلس؟ دلیل اومدن لس آنجلس هم فکر میکنم تا یه حد زیادی داریوش بود و یه مقداری زیادی هم شهبال. در یک زمان بعد از اینکه این آهنگ ایرانی ایران هم درست شد، داریوش در ونکوور دیداری داشتیم با هم دیگه و روی اون آلبوم گلبیتا شروع کردم به کار کردم با داریوش، و در همون زمان شهبال مثل که با پیروز دیگه نمیخواست کار بکنه، کامران رو دیده بود، از کامران خوش اومده بود و میخواست روی آلبوم بلک کتس کار بکنه. روی آلبوم بلک کتس با هم دیگه کار کردیم. این دو نفر باعث شدن که من بیام لس آنجلس. یعنی اینقدر زیاد میومدم لس آنجلس برای این کارا که یه جورایی دیگه شده بود خونم. شاید خیلی ها ندارن اینو، ولی خب یکی از کسانی که صدا کارشون، کارش تنظیم صداست، مهندسی صداست، ساوند انجینیر هستش در کنسرت مختلف، رامین عزیز هستش و کنسرت های خیلی از هنرمندان ایرانی رو کار رامین هستش. قیمتش هم زیاد چارج میکنه و حاضر هستید که با رامین عزیز یک تمرین بکنیم؟ یک کار دیگه انجام میده که تو این کارم قیمتش خیلی زیاده، در واقع پول زیاد چارج میکنه، ولی همه میدونن، شاید خیلی ندارن رامین زمانیه، چون توی رادیو، تو تلویزیون، همه جاها این صدا رو میشناسید و با این صدا آشنایی دارید. دیدید صدای خیلی از تبلیغات و کنسرت ها صدای رامینه. رامین صدا تو درست میکنی؟ والا من فکر کنم وقتی میخوایم بخونیم صدامونو درست میکنیم که بخونیم. مثلا چاوشی رو میگن که نه من صدامو عوض نمیکنم. عوض نمیکنم. ولی هر وقتی صدای تبلیغاتی میخوایم یه چیزی رو بگیم تبلیغاتی، حالا میدونم یه چیزایی اونجا برای من درست کردی، اینو من نوشتم و اون به استایل خودت بعد بخونی. آره. علیرضا به من گفتش که رامین میخوایم بیای این مصاحبه رو بکنی، به نظر چی کار بکنیم که مردم سورپرایز بشن؟ گفتم به نظر من دو تا دستکش بوکس بیاریم، بوکس بازی بکنیم با هم دیگه، بخاطر اینکه واقعیت من و تو این بوکس است. ولی اینجوری منو سورپرایز کرده. بفرمایید. نه، صدامو عوض نمیکنم. صدامو هر کلامیه بذارید گوش کنیم قشنگ کامل گوش کنید همه صدای رامین زمانی رو. بعد اونایی هم که نمیدن رامین زمانی متوجه میشن که چه کسی اینا رو میخونه. آیا مشکل کردیت اوکی معذرت میخوام آیا مشکل کردیت دارید؟ برای نخستین بار نام پر افتخار کردیت موئین مشکل شما را حل میکند. در شبی با حضور ستاره صحنه ها شان افشار و گروه موسیقی از ارمنستان مشکل حقوقی دارید؟ باز دوباره سوال؟ اوکی. فقط با یک تلفن به دفاتر برادران ابی و سیاوش قمشی از 50,000 to 50,000,000 dollars در لافکو فاینانشال موسیقی به رهبری رابرت دلنوشی. رابرت جان در شبی استثنایی همراه با گروه رقص گروه حمیدرضا لواسانی. خانم ها آقایان، این شما و این علیرضا امیرقاسمی. مرسی. البته وقتی ما از میکروفون درست استودیو استفاده میکنیم صدا خیلی اینجوری تو صورته. آره. این صدا یه ذره صدا ترسناکتر میشه. صدا ترسناکتر میشه. کارهای جدید چی الان؟ کارهای جدید آهنگ خیلی درست کردم. حدود 3 months که استودیو خونم خراب شده، یعنی خونم خراب شده و 1.5 months دیگه هم طول میکشه. یه فلاد داشتیم، آب ریخت همه جا و خراب کرد خونه رو. 1.5 months دیگه طول میکشه. کار زیاد دارم. با هنگامه کار جدید دارم میدم بیرون، با عارف کار جدید دارم میدم بیرون، با دو تا خواننده جدید دارم کار میکنم. یک پسری که فکر کنم امروزم میاد اینجا یه آهنگی برامون میخونه، با آیدین عزیز دارم کار میکنم، و یه دختری در و یه دختر جوونی در که الان در ترکیه زندگی میکنه. داریم صحبت میکنیم که یه کارهایی بکنیم. کار زیاد دارم.
امیدوارم که توی یک سال آینده این کارا همه بیاد بیرون. بسیار. رامین چند تا بچه داری؟ سه تا دختر دارم. سه تا دختر داره. هر سه تاشون میخونن یا یکیشون میخونه؟ دو تاشون میخونن، یک کدوم توی هنر ویژوال آرت، یعنی هنرهای تجسمی. کدوم یکی بهتر میخونه؟ والا نمیتونی بگی کدوم یکی بهتر میخونن. دختر وسطیم و دختر کوچولو هم هر دو تاشون خواننده و آهنگسازن و ترانه‌سرا. دو تا چیز خیلی متفاوت هم با هم دیگه. انگلیسی یا فارسی؟ انگلیسی. فارسی اصلا میخونن؟ فارسی نمیخونن متاسفانه. مادرشون کاناداییه و من بیشتر خب من بیرون خونه بودم، با مادر بزرگ شدن، زبان اصلیشون اینجا بزرگ شدن، انگلیسیه و فرهنگ فارسی رو زیاد نمیدونن. از فرهنگ فارسی شاید غذاشو خیلی دوست دارن و یه مقدار خیلی کوچولویی مثلا صحبت میکنن. غذای مورد علاقه شون؟ همشون فسنجون. فسنجون؟ آره. کی درست میکنه؟ مامانشون. مامانشون غلطه؟ مامانشون درست میکنه. درست میگی؟ مامانشون فقط غذای ایرانی درست میکنه. تقریبا فقط غذای ایرانی. یعنی یه خانم کانادایی فقط غذای ایرانی درست دوست داره. خودش خیلی دوست داره. کی یادش داده؟ من. درست میگی؟ فسنجون، قرمه سبزی، همه چیز. چند سال تنها زندگی کردی من تو؟ سه سال. از وقتی اومدی آمریکا سه سال تنها زندگی کانادا سه سال تنها زندگی کردی؟ بعد ازدواج کردی؟ من. راست میگی؟ چند سالت بود اون موقع؟ 23 سالم بود که با خانومم آشنا شدم و 25 سالم بود که ازدواج کردم. ولی از 23 سالگی با هم زندگی کردیم. چه چاره؟ از 20 سالگی اومدم کانادا. بدونی که ازدواج کنی؟ بدونی که ازدواج کنم. از 23 سالگی خیلی خوبه. بعد غذاها رو تو از کجا بلد شده بودی؟ غذاها رو میگم تو هر چیزی دخالت دارم، دخالت میکنم. غذا رو من مثلا یه رستوران میرم غذا میخورم میتونم حدس بزنم این غذا چجوری درست شده. واقعا دیگه حس بویاییم خیلی قویه. میتونم حدس بزنم چه ادویه‌ای استفاده شده، چجوری. اگه علاقه داشته باشی به هر چیزی علاقه داشته باشی میتونی انجامش بدی. حس شنواییت هم خوبه. حس شنواییم خیلی خوبه. مثل که خوب نمیبینی ولی نه زیاد. ولی پس غذاها رو هم میتونی یاد گرفتی به خانم گفتی غذاها رو بعضی وقتا مثلا میرفتم کتاب آشپزی میخوندم اگه نمیدونستم نمیفهمیدم چیکار باید کرد و سوال میکردم ولی اکثرش رو همینجوری خودم حدسی میتونستم. یه مدت زیادی رامی با مریم هیدرزاده کار کردی. الان خبری از مریم ندارم من زیاد. با مریم میکنه. با مریم مدت زیادی ما کار کردیم. مریم به خاطر اینکه این روزا تو ایران برای اینکه بتونه قانونی کار بکنه نمیتونه با هنرمندای این بر کار بکنه. و منم بهش احترام میذارم، به کاری که داره میکنه احترام میذارم. بسیار کلام مریم رو دوست دارم، حسش رو خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه دیگه نمیتونه با هنرمندای این بر کار بکنه. ولی کار با بچه‌های ایران انجام میدید نه؟ کار با بچه‌های ایران از نظر ترانه یه مقدار انجام میدم با چند تا از بچه‌های ایران که مثلا براشون مهم نیستش که اونجا کار بکنن. کار میکنم تنظیم بعضی وقتا یه کارایی رو برای تنظیم میفرستم اون بر. رامین زبانی آدم بسیار باهوشیه. بسیار باهوشه. و اول ویدیویی که کارگردانی کردی چی بود؟ ایران ایرانم. راست بگی اون کارگردانی تو کردی؟ من. راست بگی. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ تو اینجا بعدش فکر میکنم کامران اومن چند تا از ویدیوهای کامران اومن رو کارگردانی کردم. ادیت کردم تقریبا با کوجی هر کاری که کردیم با هم دیگه یه کار خیلی خیلی مشترک بوده. درسته. با هم کار کردیم. من کوجی رو اونجا نشسته همیشه در نبودش کفه خیلی خیلی خوب برای کوجی رو زنیم. من احترامی که برای کوجی دارم واقعا یعنی احترامی که برای کوجی دارم بسیار زیاده. من خیلی از کوجی یاد گرفتم از نظر تصویر و زندگی و موسیقی از همه نظر. کوجی به نظر من یه فرهنگ یه چی بهش میگن کتاب خودشو داره. یه کتاب خودشو داره که اگر کسایی که نشناسنش میکنن دیوونه است. آره کسایی که نشناسنش میکنن مثلا یه سری دختر مکزیکی میریزه تو ویدیو مثلا این کیه دیگه. ولی کسایی که باش از نزدیک آشنا هستن اگر بخوان ازش استفاده بکنن خیلی میتونن ازش یعنی خیلی کوجی رو میشه ابیوز کرد. و من این کار رو از هر کسی که ببینم که میتونم ازش چیز یاد بگیرم این کار رو میکنم.
کجا ممنونم ازت، مدیونم بهت تا همیشه. اکثر کارهایی که با کوجی کردم با همدیگه کارگردانی کردیم، با همدیگه ادیت کردیم، با همدیگه همه کار رو با همدیگه انجام دادیم. و همه کارش خوب نیست، یعنی همه کار ویدیو. آها اوکی، خیلی خوب باشه. یه مسابقه با همدیگه انجام میدیم. پشو بناش آماده اید بچه ها؟ بفرمایید. خب یه چند تا عکس، تو رو خدا کمک نکنید، کمک نکنید، چند تا عکس الان میخوام بهتون نشون بدم به شما. اینا مسئله یا اینکه از با این عکس ها باید یه معنیش رو حس کنی که چی معنی داره. مثلا اگه موافق باشی اولی رو با هم یه نگاه بکنیم. مرسی. نمیره این. خب این چیه؟ این آره چیز دیگه، موناریزاست دیگه. نه یه معنی داره. ببین یه نفر یه دوتا یه تابلوه این برای اینا به هم دیگه پرت میکنن. یه تابلوه به هم دیگه پرت میکنن، بعد موناریزا خیلی قوی میشه اینجوری. موناریزا قوی نه دیگه، یه لغته، یه لغته. آهان آره. نه من تو این بازی ها خیلی بدم. بدی؟ آره. خب چی کمکش میخواد بکنه؟ خانم چیه؟ خیر خیر، نزدیکی، خیر. تابلو بازی، باری کلا کیوان رو بوش دادی. تابلو بازی یعنی چی؟ افتخارش. تابلو بازی یعنی چی؟ یعنی عدا در آوردن، تابلو بازی در آوردن. اولی، دومی، بریم سراغ بعدی. کمک نداره، نگاه کن. چی میتونه باشه؟ یه لبه، یه دماغه. آخه ببین، چون داری با این رفع حرف میزنی، یه لحظه بچه ها. اصلا اینا موزیک که میزنن مغز من کاملا میره اون بر. اینم بهانه خوبی، اینم بهانه خوبی. خب چیه؟ لب و دهن. نخیر. چیه؟ چیه؟ نگفتی؟ چی میدونه؟ چی؟ چی؟ anybody بفرمایی. نخیر. یه دماغ و دهن یه گرفت. یه کلمه است، یه کلمه است، یه حرفه. شکل. خیر. anybody کسی. چی؟ دختر ایرونی. دختر ایرونی دو تا. ماشاءالله ماشاءالله. باید بگی دختر مکزیکی. نبود، نه نیستش. دهن بینیه دیگه بابا جان. شما ها چرا ای بابا، ای بابا. بعدی، بریم سراغ بعدی. چی؟ خربوزه، خربوزه. چقدر ازش تعریف کردیم ما. خیلی خب، آخری، آخری. سبزی نمک؟ نوشته دیگه، میبینی؟ نوشته؟ یعنی بر حس کنی دیگه. یه نوشته، دنبال نوشته است بگرده. چی شو؟ سبزه با نمک. باری کلو بفتا کن. سبزه با نمک. صفر. نه ولی واقعا، واقعا من توی اینجور بازی ها افتضاحم. نه اصلا تو اینجور بازی ها، تو رانندگی. اصلا رانندگی به من بگی الان برو خونتون، از اینجا میزنم نویگیشن که برم خونمون. هزار دفعه اومدم اینجا. جدا میگی؟ آره، بخاطر اینکه حواس من یه جا دیگه است. تو الان اینا برای من جالب نیست. چیزی که برای من جالب نیست برای من اصلا خیلی سخت. فیلم ایرانی نگاه میکنی اصلا؟ نه. سریال ایرانی؟ نه. موسیقی داخل کشور؟ اگر چیزی باشه که همه جا پخش بشه. آره همه جا پخش بشه. نمیری دنبالش؟ نه. دنبال خیلی خواننده مورد علاقه داخل کشور. خواننده مورد علاقه داخل کشور فکر میکنم محسن یگانه. محسن یگانه. خواننده خوبیه؟ بسیار خواننده خوبیه. ولی سریال ها مثلا سریال شهرزاد دیدی؟ ندیدم. ندیدی؟ نه. باری شهرزاد خب خیلی اقلا خوبش اینه که واقعیت رو میگه. دروغ چرا؟ چند تا خواننده با کار کردن
که نمیدونیم آیا اینا بچه ها ادامه کار میدن یا نمیدن، مثل ارسلان قراره که با هم دیگه همکاری داشته باشید؟ ارسلان در یک مقطعی نتونست بیاد آمریکا، به خاطر اینکه دولت آمریکا بهش اجازه نداد که بیاد آمریکا، و تا حدود یک سال می اومد آمریکا با هم یه کار میکردیم. این باعث این شد که ارسلان توی لندن بمونه و منم از روز اول گفته بودم که اگه بخوام با کسی اونور آب کار بکنم باید یعنی اینجا باشه که باش کار بکنم، نمیشه از راه دور کار بکنم. بهش گفتم کارتو خودت ادامه بده، بخاطر اینکه خودش آهنگسازی میکنه، گفتم خودت کارتو ادامه بده تا ببینیم مسئله آمریکا چه جوری میشه. فعلا تو این چند سال گذشته در حال اینه که کارهای خودش انجام بده، خودش کارهای قشنگی درست میکنه و داره تجربه میکنه و فکر میکنم که اگر درست با دقت اگه کار بکنه میتونه موفق باشه. رامی چندین جای مختلف رفتی برای مسابقه، یعنی چندین بار برای مسابقه انتخاب صدا در یک تلویزیونی به عنوان قاضی، هیچ کسی بود که رامین زمانیت بخواد بگه من میخوام این آدم باش کار کنم و براش همه کار بکنم که بیاد آمریکا؟ 100% نه. من نه. خیلی 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 سخت گیرم. 100% نه. ببینیم ما از یک کشوری میایم که این جامعه جامعه بسته ایه و خوانندگی فقط مسئله صدا نیست. خیلی ها بودن که صداهای خیلی خوبی داشتن. اوکی؟ ولی مسائل فرهنگی زیادی داشتن، مشکلات فرهنگی زیادی داشتن. و برای اینکه بخواد یک خواننده بیاد موفق بشه، اگه بخواد با من کار بکنه از نظر ذهنیت باید با من روی یک پیج روی خط باشه. من متاسفانه کسی رو ندیدم که بخواد روی خط باشه، از نظر فکری، از نظر خوندن ندیدم. هستن یکی دو نفر هستن که دوست دارم باشون کار بکنم ولی موقعیت به وجود نمیاد. مثلا پاسپورت نداشتن خیلی خیلی سخته. شما میخواید برای یه نفر یه آلبوم درست بکنید، بعد میخواد چیکار بکنه، کجا سفر بکنه؟ با پاسپورت ایرانی میتونه بره ترکیه، شاید آذربایجان، ارمنستان، تمام بقیه دنیا باید براش ویزا بگیری. خیلی سخته. پس نه، موقعیت‌ها خوبی نمیشد. نمیشد. نه. بسیار عالی. و آیا کاری هیچ وقت با اینا هیچ کدوم از اینها فکر کنید کسی تو میونه تمام اینها این موقعیت رو، آیا هیچ خواننده ایرانی ما داری که شکویی بتونه؟ برای شهرام شکویی از این مسابقه اومد بیرون و خود من یکی از کسایی بودم که توی مرحله فینال ردش کردم، یعنی گفتم که جنس صدا تو دوست ندارم. خیلی دوست دارن جنس صدا شهرام من خودشو خیلی دوست دارم و کاری هم که میکرد نوع خوندنش هم خیلی دوست داشتم و الانم که بسیار موفقه. شهرام شکویی از این برنامه اومد. بسیار. ولی تو ردش کردی؟ من ردش کردم. چقدر الان دوستت داری واقعا؟ امکان داره دوستم داشته باشه. You never know. یه سوالی. آخرین سوالم ازت. آیا هیچ خواننده ایرانی ما داریم که بتونه در وایس، در امریکن آیدل، در امریکا گات تالنت یکی از اینها شرکت کنه؟ مشهور؟ مشهور یا غیر مشهور و بتونه جزو چهار نفر آخر باشه تو فینال؟ الان من نمیشناسم. الان نمیشناسم. شاید خواننده باشن که مشهور نباشن و این پتانسیل رو داشته باشن، ولی خب مسئله زبان هست. اوکی، خواننده های خوبی تو بچه های ایران الان، خواننده های خیلی خوبی من میشنوم، صداهای خیلی خوبی میشنوم، ولی مسئله زبان و مسئله تلفظ و مسئله فرهنگ، اینا قدرت خواندن، قدرت خوندن یه قسمتشه. فقط خواننده‌هایی داریم که قدرت خوندنشون خیلی خوبه، خواننده‌هایی تو ایران هستن که خیلی خوب دارن میخونن، ولی آیا اگه بیان تو وایس از مرحله اولش رد میشن با اکسنتی که دارن؟ نه، شاید نه. بسیار مرسی که امشب با ما. ممنونم از تو. به افتخار رامین زمانی. مرسی. We'll be right back.
سریع قسمت از برنامه میخوام تو معرفی کنم. یک هنرمند ایتالیاییه، یه صدای بسیار زیبا، یه خواننده خوب. یکی از حسنای این برنامه اینه که ما اینترنشنال کار میکنیم، هنرمندهای مختلف به زبانهای مختلف رو دعوت میکنیم در برنامه. این هنرمند ایتالیاییه، صدای بی‌نظیری هم داره. دوست دارم هم باهاش گفتگو بکنیم هم از صداش لذت ببرید. آماده هستید خانم ها آقایان؟ الساندرا molto bene, grazie. Very good. Very good. Prego, buonasera. Prego. Grazie. Pizza. Hey, come on. Macaroni. No, see that. Spaghetti. Okay. Have you seen that movie? Which one? A Fish Called Wanda. No, I didn't see that. Oh, he's too young for that. Well, no. He's too young. Kevin Kline plays in the movie. Okay. And he's always with this girl, and she really loves it when he speaks Italian, okay. But unfortunately, the guy doesn't speak Italian. Oh, he's faking it. So he's faking it, right. Oh, very good for so him. So she says, tell me. And she goes to the guy goes to her ears and says, it's spaghetti. She goes, oh, macaroni. Big impact on girls seeing that. Yeah. I don't know. Was he fortunate enough to? Yes, he was. Yes, he was. Oh, wow. Yes, I should use was. That. Just like, you know, just use when I meet a girl, hey, spaghetti, macaroni, and before pasta. Getting to ravioli, that was done. Damn. It was quick. It was quick. So, how are you? I'm very good. Thank Who you. Who cut your hair? My brother. No. It's my hairdresser. Davide. He's, what's his name? Davide. 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 Where is he from? He's from Napoli. Really? Yeah. Oh, you're from Napoli. I'm from Napoli, yes. Really? Uh-huh. Oh, more than Napoli. Yes. Yeah. You've been to Napoli before? I was born and raised there. Have you been there? I love You've Napoli. You've been there? Absolutely. Okay, cool. Napoli. Yeah. Napoli. He loves Napoleon. Napoleon. No, not Napoleon. Neapolitan pizza. Yeah. You know, I think that's like, you know, probably what you guys got to try when you go next time. You know, it's really nice. I was there for like a couple hours. We took a boat to Sorrento, of course, and Capri, and Anna Capri, right. Well, so I used to sing in Capri. I just saw the castle there. Oh, yes. That's a nice castle there. I miss it. I'm actually going to go in October. Really? Yeah, I'm going to see my parents. Oh, yeah. So you really sing Italian. You're not faking it. No, I'm not singing spaghetti for sure. You're not. I'm really singing Italian, yes. You know, when I was young, when I was a kid, basically. You're still young. What are you talking about? Thank you. When I was a kid, younger. These Iranian singers, they used to sing in Iran Italian songs. Well, we didn't know if it's right or if they're saying it right, they're pronouncing it right or wrong. They're just singing it, you know? Well, what counts are the melodies. So words are just words. You don't understand, you know, by the melodies, that's what's important. Do you understand Spanish, too? Yeah, I speak Spanish. You speak Spanish? Yes, I was in Spain for 2 years. Oh, that's the reason, right? It's not because it's close to each other. Well, it's a very similar to Neapolitan, which is like my dialect. I speak Italian, but Neapolitans, we also have a dialect. And it's very close to Spanish. Uh-huh. Because, you know, as you know, I don't know if you know this, but, you know, for 300 years, we were colonized. Neapolitans, we were colonized from Arabs and Spaniards. Uh-huh. So we got like, you know, the skills, the musical skills that the Arabs has, and, you know, Spaniards and stuff like that. So Arabs were in your country too? I mean, for 400 years. 400 years? Yeah. فقط ارتی مورد آده بودن عربا. Just kidding. You know, just okay. All right. I don't know. Now, we had the same situation for 1200 years. So that's okay. Okay. Well. Yeah. Let me say something about, do you know the difference between Italian and Spanish, or from Spain? Italians say grazie. Grazie. Right? Grazie. Sie. In Spanish, in Spain, they say grazie. It's a fact. Yes. Do you know that? Do you know why that? Why? Well, I know the story. Do you know the story? No, I don't know. Well, because it was like a queen that lisped. So
now for people that was around her, not to make her feel uncomfortable, they started to talk like she spoke, with a lisp, like that. Oh. Now, for real, that's a real story. I'm not joking. So that's so they were imitating her? They say, tal vez, gracias. Gracias. Because right. The queen had a problem. Right. In Spain, that's how they speak. Gracias. زبونش میگرفت طرف. Yeah. All right. So they were imitating her. I didn't want to yes. go there. They were. Yeah. They were. They didn't want to make her feel bad, you know. Oh. So because like, she had like this funny talking problem, so everybody around her started to talk with a lisp. Do you know Robert Danucci? Of course. He used to have a partner. His name was Jerry. Okay. He used to talk like that. But Robert never talked like that to him. Oh, okay. He's Spanish? No, he's Persian. Oh, okay. Yeah. Good friend. Of course. Yes. Now, you work out? Is that the reason? Do I work out? Yeah, with Amir and Amin. Oh, you do? Oh, absolutely. With the twins? Absolutely. Really? Yes. Let me see. Oh, he's got a few guns. Oh, I don't know. I'm trying hard. These are guns. He's loaded. I'm not. You know, just looking a little better. Healthier. It's better. But that's دوستان ایرانی یه دو قلو هستن. Just translating. Go ahead. دو قلوی هستن که امشب هم اینجان دوستان اینا کارشون تربیت بدنی هستش و جیم میرن شما ها رو ترین میکنن. You pay them too? No, I don't. You don't pay them? They're my friends. That's why when I leave the gym, I say like... Thank you. No, I say, Duse tundaram badash. That's what I say. اونا زود خر میشن مثلی که دوستتون دارم داداش بوده میده He's Italian. Yeah. They're my friends. You go to like this too? دوستتون دارم داداش؟ Yes. No, you just hug and kiss. What does this mean in Italy? What do you want? You know, in Persian it's like, what are you eating? What do you want to eat? No, hold on. No, do you like, what are you eating? Yeah, they want to eat. You know? Yeah, well. Uh-huh. I was in Italy a long time ago, and when I was like 10 years old, so I knew there was a beautiful looking girl. Okay. And she taught me Bella. Bella. And she taught me. She's coming. Yeah, she's coming. She heard you. She heard you. Bella. Damn. And then. I don't know. It was some other words. I forgot. You can't. Amore mio. Amore mio. Yeah, that's good. That's good. Buongiorno. Buongiorno. Fanculo. No, care. Don't say that. No, that's bad. That's bad. Don't say that. Right. Te amo. Ti amo. Te quiero is Spanish. Te quiero mucho. I get it mixed up. I know. Yeah. I don't know. This is like really. Yeah. It's Persian, Italian, Spanish, and American. Right. All right. Well, what's next? Japanese. When did you start singing? When I started to sing, I was about 5 years old with my grandfather. And my grandfather was riding a horse and a carriage in the city of Naples. And, you know, when the Americans came, he just like, so now when the Americans gets on the carriage, you get on the back, and I was 5 years old, and you start to sing. And that's what I did the whole day. Like, usually it was like weekends when he took me with him. And, you know, they would give me dollars and, you know, liras back then. I never saw a penny because my grandpa took everything. Really? But I enjoyed it. And that's when I started. I was 5 years old, and then, you know, he progressed into different things. Started to play piano, you know, at the age of about 7. Nice. Very nice. Yeah. Okay. And what brings you to the United States? A dollar and a dream when I came here. It was. I thought your grandpa took the dollar. Well, I had to go make another dollar. Uh-huh. So I said, let me go back to New York this time. Right. Well, I flew into New York City, and that's where I was. I was a street artist for a lot of years. Really? Yep. Sang on Little Italy. Uh-huh. With a guitar, just table by table, you know. And I was there for about 5 years doing this. And then I started to do restaurants and stuff, you know. Actually, Amir and Amin talked about you so much and how good you're singing. I haven't heard it yet. Okay. But Mohammed,
my band leader, he is saying the same thing. I think you guys worked together, right? Yes, we did. You did. I had the pleasure to work with him. All right. Thank you. Okay. So, are you going to sing for us tonight? I would love to. We'd love to hear your voice. Let's do it. Are you ready? I'm ready. All sure right. Bifta Khalish, Alessandro. E tira forte il vento su qualche terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si scarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che sono io stanca. In mezzo al mare, penso alle notti là in America. Però solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alza dal pianoforte. Ma quando cresce una nuvola, gli si può dolce anche la morte. Guardano gli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. E appena uscì una lacrima, e due credette di affogare. Te un altro, ma due occhi ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri, ma sia la vita che finisce e non ci penso poi tanto. Ti volte vedi la tua vita scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Appena uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Thank you. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Are you ready? Volare. Sing it, sing it, sing it. Louder. Cantare. One more time. That's right. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volavo felice in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Ready? Volare. Sing it, sing it. Let's fly way up to the sky, away from the melanin cries. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono nel blu. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso mi vedo negli occhi tuoi belli, sono fatti così, dipinti di stelle. Ready? Volare. Sing it. Oh. One more time. Cantare. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, di stare lassù. E volavo, volavo felice in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per te. Volare. Sing it. Stare lassù nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. برنامه یک صدای قشنگ، یک خواننده خوش صدا، خیلی باش آشنایی دارید، برای بعضیاتون هم شاید این اولین بار ممکنه دیده باشید، ببینیدش به تنهایی روی صحنه، ولی قبلا با گروه بلکتس برنامه اجرا کرده و بعد از اون از گروه بلکتس جدا شد و تصمیم گرفت که به تنهایی خودش شروع کنه کار حرفه‌ای رو و یا ادامه بده کار حرفه‌ای رو و امشب هم مهمان برنامه ماست. خانم ها آقایان، آیدین. موسیقی
آرایت خیلی هم عالی. خیلی نزدیک شدیم. خوب هستی؟ بله بله. همه چی خوب؟ همه چیز خوب. اسم آیدین از اسم آیدین اسم خودته؟ اسم خودمه. 30 سال اسم خودمه دیگه. آره 30 سال اسم خودته. آره قبلا هم همین بوده الان هم همین. این از اول که به دنیا اومدی اسم آیدین بوده؟ آره. کجای چی از کجا میای؟ من بزرگ شده نوشهر هستم، شمال ایران. Proudly. و یعنی اینقدر ما آدم از شمال داریم امشب؟ داریم دیگه. وای شر از نوشهر. نوشهر. از نوشهر. بله بله بله. وای شر الله. شما رفتید نوشهر؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. خوب بوده؟ خیلی خوش گذشت. من سه ماه تابستان رو دوران نوجوانی یا کودکی سه ماه تابستون شمال بودیم. بعد خونمون بین یه محلی بود نام هچیرود آره و هتل هایت شمال. بله بله. ما درست ویلامون اونجا بود. جای خوب بودید. آره جای خوبی بود. الان شده بعد اول انقلاب شد تلفن خونه. اگه تلفن زدی از اونجا خونه ما بودش. فکر نمی کنم. چند سال پیش بود؟ نه فکر نمی کنم دیگه دوران تو دیگه نمیریم توی اون چیزا. آره نمیریم. خب 37 سال پیش دیگه چه سوال میکنی چند سال پیش بود؟ چند سال انقلاب شد؟ خب 37 سال دیگه. 37 سال. آره برای همینه. و نوشهر خیلی دوست داشتم. یه رستوران بود اسب سفید فکر میکنم. اسب سفید آره. نمیدونم اسب جنگی. اسب سفید بودش. بعد تو چالوس هم اون آلاخون والاخون یادت میاد؟ نه نمیخوره. هتل چالوس رفتی دیگه؟ اینطوریه. آره هتل چالوس قبل از پله. آره باریکالا. خیلی هم جای خوبیه. بعد مازندرانی محسوب میشی پس؟ بله. متوجه میشی مازندرانی صحبت کنی؟ بله اگر صحبت کنن میفهمن. فکر میکنم تقریبا 90%شو میفهمن. غذای مازندرانی دوست داری؟ عاشقشم. عاشقش چی غذای مورد علاقه؟ غذای شمال ایران دوست دارم. باقلاوا تو خیلی دوست دارم. و دیگه بگم که خیلی آخه غذا من کلا عاشق همه چیز ایرانم. من عاشق شکمپر مازندرانی هستم. اونم خیلی خوبه. ماهی. آره ماهی. ماهی سفید. آره آره. میدونی چرا نوعی که مازندرانی ها درست میکنن شکمپر رو یه خورده ترشتره. خب این رو بنار بیشتری داره و گردو اینا، برای همین اونو خیلی دوست دارم. تو رو خدا بحث اینجا نبر، من عاشق غذا. با کی زندگی میکنی؟ خانواده اینجا هستن؟ مادرم و خواهرم، خواهر مهربونم، مامان گلم اینجا هستن، اینجا هم هستن. باریکالا. نزدیک هم هستیم، با هم هستیم. مادرته؟ بله بله. آه خانم خوش آمدی. غذا دفعه دیگه درست کنید برای ما، ما میایم میخوریم. بلدن غذای مازندران؟ بله غذای مازندران. غذا پختنشون خیلی خوبه. من همیشه اونجا. چرا فکر کردی گفتی غذای مازندران؟ غذای مازندرانی به خاطر اینکه یادم نمیاد خودش درست کرده باشه. زیادن شکمپر رو اینا خیلی خوب درست میکنه. خب ولی مثلا یعنی باقل قاطق بلد درست میکنه؟ خیلی کم درست میکنه. بیشتر مامان بزرگم درست میکرد تو ایران. آها یعنی مادرت اهل پخت و پز نبود؟ چرا اهل پخت و پز بود ولی غذاهای انقدر غذا زیاده که دیگه منم خیلی ببینیم همه بزرگش کردی الان غذا درست نمیکردی شما. گفتم غذای مازندرانی کمتر درست میکنه. غذای مازندرانی مگه مادر مازندرانی نیست؟ نه ماما مازندرانی نیستن. نیستن؟ نه نه مامان من بذار من داستان واسهتون بگم. من آخه باید دیتیل رو بیشتر میگفتم. مادر شما نمیخواستن رو دست مادر بزرگی شما بلند. نه مادرش مازندرانی نیست. خب بگو برم از چی شده داستان؟ ببین داستان این بوده که مادر و پدر من بعد از ازدواج میرن شمال ایران، میرن نوشهر. کجایی بودن؟ تهران بودن. آها. هر دو تهران بودن. بعد از ازدواج میرن شمال ایران نوشهر که بریم اونجا یه کار و کاسبی و بیزنسی واسه خودمون داشته باشیم. تو جزو اونجا... کار و کاسبی بودی دیگه؟ نه بعد من قرار نبود فکر کنم اونجا خیلی پا بگیریم و چیز بشیم به دنیا بیار. آره چون اون موقع اینطوری که من یادمه مامانم همیشه میگفت که قرار بود یه جاده بزنن از شمال به تهران، نیم ساعت راهه. بعد این نیم ساعت راه نیم ساعت راه من 20 سال منتظر شدم، همچنان همون 4 ساعت بود. واسه همین دیگه ما اونجا موندگار شدیم دیگه. خواهرت هم مازندران به دنیا اومده؟ خواهرم هم هر دو نوشهر به دنیا اومدیم. بله دو تا بچه؟ دو تا. خب پس
بیزنس بدی هم نبوده دیگه، رفتن اونجا دو تا بچه عالی بوده، عالی بوده. هوای شما. من آقای امیر قاسمی بهتون بگم، من آیدین رو اونطوری که میشناسم به قول دکتر هولاکویی میگه از کجا اومدی مهم نیست، چگونه آمدنت مهمه. و منم فکر میکنم الان که برمیگردم عقب میبینم این احساساتی که در درون من هست همش به خاطر همون شاید تو نوشهر بزرگ شدنمه. چون من وقتی تهران میرفتم احساس میکردم مثلا یه چیزهای گمه، یه چیزهای مثلا تقریبا میتونم بگم اونطوری که باید نیست، دریا و نمیدونم حتی همین حیوانای کوچولو کوچولویی که تو نوشهر بود تهران من نمیدیدم. چی بودن حیوانای کوچولو کوچولو؟ مثلا مرغ و خروس و اسب و اینجور چیزا. اسب کوچولو بود دیگه. نه اسب بزرگه. چیزای مختلف دیگه. یا مثلا نیچر، من همیشه از بچگی با مثلا همیشه سگ داشتیم تو خونمون. بعد خب تهران من ایشون تو حیاتت تو حیاتمون ریسندی تو خونه هم داشتیم. به خدا یه سری دیدم من سگ دارن توی ایران، بعد سگ رو با زنجیر بستن تو حیات، بعد خوشحالم مثلا که سگ دارن. نه خب اونطوری که نه، ما سگمون واقعا باش همین تو بازی میکردیم دیگه. بازی میکردیم با سگ. بله بله چه خاطراتی. ماشاءالله. خب چطور شد فکر کردی که صدات خوبه؟ صدام من موزیک رو کلن موسیقی رو از 6-7 سالگی شروع کردم. چجوری شروع کردم؟ با یکی از آشناهامون در حال تومک زدن بود. بعد من این حرکات دستش واسه من خیلی جالب بود، اینکه چجوری اینو میزنه، این صداش میاد و اینا. همینطور داشتم نگاه میکردم و مامانم بهم گفتش که اینو دوست داری تو اینطوری بزنی؟ گفتم آره. خلاصه همون شد که من رفتم توی موزیک با تومبک. دقیقا خب نمیدونستم چی میخوام. بعدن یه مقداری فکر کردم شاید این موزیک باید یه جور دیگه باشه. یعنی متوجه نمی‌شدم دقیقا. خب بچه 6-7 ساله خب خیلی نمیتونستم اون چیزی که میخوام رو بیان کنم، تا اینکه فکر کردن شاید من بتونم پیانیست خوبی بشم. فرستادن منو پیانو، رفتم پیانو. این داستان پیانو، این گرفتن پیانو، چجوری با پیانو پشت پیانو بشن، این کانسپت برای من زیاد جذاب نبود. تا اینکه توی های سکول، تو دبیرستانم، اتفاق خیلی معمولی پیش اومد. من یه پسری رو دیدم، دیدم ناخوناش بلنده. جالبه این که دارم بهتون میگم. ناخوناش دیدم بلنده، بعد گفتم که تو چرا ناخونت بلنده؟ گفت من گیتار میزنم. گفتم گیتار چیه؟ بیا بریم ببینم چیکار میکنه. تا اینکه دیدم این پسر رفیقم داشت میزد و میخوند و فهمیدم من خیلی از این خوشم اومد. اونجا بود که فهمیدم چی میخوام و از اون روز تصمیم گرفتم که گیتار بزنم. یه مدار خب مخصوصا پدرم تقریبا میتونم بگم مخالف این بودش که من بخوام ساز دیگه ای شروع کنم، چون تقریبا خوب بودم توی تومبک. ولی من نه، گفتم میخوام بخونم، من میخوام بخونم. و من اصلا وقتی میخونم میرم توی دنیای دیگه. هنوزم همینطوریه. تومبک بلدی بزنی؟ تومبک میزنم. بله بله بله. داری؟ داری؟ تومبک تمپو داری بایی نه؟ تمپو داری بونجا؟ تمام یه وقتی واسه فان خوبه. تمپو تومبک. تومبک آره خیلی باحاله. خیلی سخته تومبک. سخته؟ بستگی داره. باید ببینین که اصلا دوست دارید یا نه. وای من عاشق سیبم. عاشق سیبی؟ نه همشونم. زیاد لباسایی نگاه نکن. چرا؟ چون من غذا رو گفتم، گفتی وای از غذا نگی سیب رو دیدی سیب. الان لباسایی رو من آقای امیر قاسمی باورتون نمیشه حجم میوه‌ای که من میتونم بخورم و میخورم همیشه، الان یه مقدار کمش کردم، اصلا عجیب غریبه. یعنی من اصلا باور نکردنی. چی میخوری میوه؟ عاشق هند. همه میوه رو دوست دارم. میوه‌ای که خیلی دوست دارم درد سر خوردنش منگوه. خب منگو با هات ساس یا بدون هات ساس؟ نه منگو خالی. بله یه مقدار خوب درد سر پوست کردنش. خودت پوست میکنی؟ آره الان ریسنتلی یه تریکی هم یاد گرفتم، خیلی راحت میتونی پوست بکنی. چیکار میکنی؟ حالا بعدم باید نشون بدم. ولی دیگه بهتون میگم هندونه خیلی دوست دارم، گیلاس خیلی دوست دارم، اصلا همه میوه رو دوست دارم. باری کردم. خب من یه سوالی آن نوشن حوصله تو سر نمیرفت شبا؟ اتفاقا اصلا حوصله‌ام سر نمیرفت. چیکار میکردید نوشن؟ لبه آب میرفتم شب. باورتون نمیشه. شاید بگم من تنها میکردم.
حالا تنها با دوستام، دوست و رفیق من خیلی دارم توی نوشهر و یه چیزی بهتون بگم، من عاشق دوستامم و تا اینجا توی زندگیم به توی این سن که رسیدم دوستان واسه من همه کار کردن. من هر چی که دارم از دوستام، رفیقام، کسایی که دور و برم بودن فقط عشق گرفتم ازشون، فقط. و اونجا هم تنهاییامو ممنونم، اونجا هم تنها اتفاقا جالبه، من یه بار اینجا توی اوشن خواستم کنار بیچ، کنار ساحل خواستم آتیش روشن کنم مثل ایران، اینقدر ما آتیش درست میکنیم اونجا، بعد یه بار شروع کردم با آتیش درست کردم، نمیدونم یه آمریکایی اومد چیکار داری میکنی؟ گفتم دارم آتیش درست میکنم. آتیش نمیتونی اینجا درست کنی که. گفتم چرا؟ گفتش خب نمیشه اینجا مقررات چیز نمیده. گفتم خب ما همیشه این کارو میکردیم، 20 سال این کارو کردیم، دیدیم این کارو کردن، خواسته نذاشت دیگه. ولی آره نوشهر تفریحاتم، من خیلی عاشق کلا خیلی شلوغ هستم اما ولی اینطوری هم چیزا کلا با تنهاییام حال میکنم. آره شروع خوندنت با بلک کتس بود؟ شروع خوندنم نه از با بلک کتس شروع نکردم. من وقتی رسیدم به آمریکا یه دوست خیلی خوبی داشتم، اون به من گفتش که بیا با هم دیگه کار موزیک بکنیم، گیتاریست خیلی خوبی بود الان تو ایرانه، بیا کار موزیک بکنیم، من گیتار میزنم تو بخون، با هم دیگه خیلی کارا میتونیم بکنیم. فرانا گفتم که اوکی بیا این کار رو انجام بدیم. از طریق اون دوست ناخودآگاه خیلی تصادفی با دوست خوبم رامین زمانی آشنا شدم. نمیدونم شما به قسمت معتقدی؟ بله. من به نظر من ما انسان ها خیلی از کارهایی که میکنیم خیلی توش تاثیرگذار نیستیم، اینطوری باید بشه، همینطوری اینا پیش میاد تو زندگی، یه مقدارش هم خب ما میتونیم دستکاری کنیم. آره بعد اونم واسه به روح هم اعتقاد داره. آه نمیدونم اونگی. بعد توی اون قسمت من اتفاقی رامین زمانی دوست خوبم رو باهاش آشنا شدم و من از اونجا تصمیم گرفتم که با آشنا شدم با رامین و تاییدی که از سوی رامین گرفتم، ولی خب خیلی چیزها رو به هم میگفت و یاد میداد و همیشه روم کار میکرد، همیشه عاشق یاد گرفتنم، خیلی چیزها رو به من یاد داد توی موسیقی، اصلا نگاه من نسبت به موسیقی نسبتا عوضش میشد با آشنا شدم با رامین. و از اونجا شد که بهم گفت بخون آیدین، why don't you sing، برو بخون یه جا. گفتم که اوکی کجا برم بخونم؟ گفتش برو کابار تهران بخون. گفتم کابار تهران برم چیکار کنم اونجا؟ گفت یه گیتار بگی بخون، کاری که من عاشق این کارم، من گیتار بگیرم بزنم. شاید باورتون نشه یه وقتایی میگم ای کاش این 24 ساعت بود، 30 ساعت من میتونستم روزی 6 ساعت بیشتر گیتار بزنم بخونم واسه خودم. رفتم کابار تهران، دیدمت اونجا شما؟ نمیدونم، فکر کنم دیدی. آه. من رفتم کابار تهران، من آقای... 4 سال کابار تهران نرفتم ولی نمیدونم اون موقع همون حدودا بود، 4 سال نیمه پیش بود. خلاصه رفتم کابار تهران، کابار تهران رفتم، آقای مسعود که همینجا باید ازشون تشکر کنم به من گفتن که اوکی پسر بیا اینجا بخون چیکار میکنی؟ از دلم، از دلم، از دلم، بله. بیا بخون، میتونی قبل از خواننده های مختلف که میان بیاین. برای من خیلی خوب بود اینکه ببینم استیج و این داستانا رو ببینم. خب من تو ایران تو آموزشگاه من همیشه گیتار می‌زدم و اونجا فضاش اصلا متفاوت بود، نوع برخورد با افراد کاملا فرق می‌کرد. و رفتم کابار تهران، خیلی خوب بود، اونجا شروع کردم به گیتار زدن و خوندن قبل از خواننده‌های مختلف و انقدر یاد گرفتم، انقدر یاد گرفتم. شما فکر کنید در کنار نه تنها خواننده‌های خوبمون بلکه آرتیست های بسیار خوب خیلی چیزها رو دونه دونه ازشون یاد گرفتم که خیلی به من کمک کرد. بعد رفتی بلک کتس؟ بعد همونجا بود که من یه 2 ماه داشتم میخوندم، هر جمعه شنبه میرفتم اونجا، یه 2-3 ماهی اونجا بودم، میرفتم اونجا یه دونه دو تا آهنگ میخوندم و مردم تشویق میکردن، دوست داشتن فکر کنم. بعد یه روز دیدم که یک آقایی به من زنگ زد، گفتش که من از طرف شهباد باهاتون تماس میگیرم و میخواستم که بگم اگه میشه بریم شهبال رو ببینیم. گفتم که شور
بعد من اون روز اصلا فکر نمی‌کردم که داستان به این قرار باشه که من بخوام برم تو بلک کتس. و رفتم خونه شهبال. شهبال گفتش که من صدای تو رو شنیدم قبل از برنامه شهرام، خوندی یا آهنگی رو، من خیلی خوش آمد و دوست دارم بیای تو بلک کتس. گفتم که باشه. تا اینکه این شد شروع همکاری ما. البته من بعد میرفتم ایران، رفتم ایران برگشتم، تا اینکه رفتم با بلک کتس. بلک کتس یکی از بهترین دانشگاه‌هایی بود که میتونم بگم در این زمینه رفتم و تشکر میکنم از شهبال شپره نازنین. این داستان چیه پس؟ این دانشگاه چرا هر کی میره زود میاد بیرون؟ Very good. ببینین نه چند سال اونجا بودی؟ به سال نکشید اصلا، حدود دانشگاه کوتاهی رفته. نه ببینین 5-6 ماه من اونجا بودم. مسئله‌ای که هست برای من، برای آیدین، موزیک اصلا فقط لذت بردنه. اصلا به نظر من شما هم همین کاری که میکنید مسلما لذت میبرید. اگه لذت نبرید خب خیلی سخت میشه، اذیت کننده میشه، مخصوصا اگه بخوای خیلی بلند مدت بهش نگاه کنی. من هر کاری رو که انجام میدم تو زندگیم سعی میکنم اینو ازش لذت ببرم، بکنمش واسه خودم. وقتی شد واسه خودم میتونم باش حال کنم، اون موقع اذیتم نمیکنه. خودم از خود راضی هستی؟ خب هستم. هستم. خب نه خوبه، حس خوبیه، حس خوبیه. بعد این شد که توی بلک کتس تجربه خیلی خوب بود، خیلی سا یاد میگرفتم ازشون، از شهبال، از چرا؟ من. آخرش برو آخرش. آره آخرش این شدش که برای همکاری بلند مدت با گروه بلک کتس، اون چیزایی که من دنبالش بودم توش رو نمیتونستم 100% پیدا کنم و راه درازی رو باید میرفتم با بلک کتس و ترجیح دادم که خودم بیام در کنار کارهایی که کردم، با توجه به کمک هایی که همیشه در کنارم بود، این کار رو خودم انجام بدم. چون میگم یه وقتی توی یه کار گروهی، این که میگی چرا با هم دیگه همکاریتون بیشتر نشد، من همیشه تو کار گروهی میگم نشد. وقتی ازم میپرسن چی شد نشد، چی شد با هم دیگه نشد؟ آدم گروهی هستی، تیمی هستی اصلا؟ بسیار کار گروهی، بسیار تیمی. خیلی سوال آخرم ازت قبل از اینکه دوست داریم صداتو بشنویم، رنگ ریشت با رنگ موهای سرت فرق میکنه؟ رنگ نمیکنم. رنگ همین جوریه. همین جوریه. من میدونم من همین حالته. بلند تر بکنم. من رنگ نمیکنم. زردم میشه. خیلی باور نمیکنن ولی من موهام رنگ نمیکنم. ولی ریش منم زرده و سفید و قهوه‌ای، ولی موهام همینه. بذار یک کسی رو بهتون واسه تو مثال بزنم. من رنگم نمیکنم. حالا شانس پدرم هم همین جور بود. خوبه. باز فوتبال نگاه میکنی؟ خیلی فوتبال آمریکایی. آه نه همون فوتبال ساکر میگم کنم ولی فوتبال آمریکایی بیشتر مسی. مسی بله مسی بازیکنه که بهترین بازیکنه فوتباله، اون هم ریشش همینطوریه. بعد خیلی جالبه من قرمز وقتیش تو بهتر رونالدو گفتم یکی از بهترین ها. ریشت قرمزه یا چه رنگی؟ زرد و قرمز و همه قرمز رنگه. من یه سوالی میخوام بکنم، مطمئنن همه تون همین فکر رو دارید میکنید. چونه؟ موتون با ریشتون تفاوت داره. بله من جاهای دیگه بدنتون رنگ کدومه؟ دیگه چطوری؟ رنگ سر یا خودت ببینی؟ دیگه چطوری؟ سوال خوبیه. سوال خوبی نیست؟ طرز رو میگیریم سوالات رو. بسیار عالی. چی برامون امشب میخونی؟ میقرار بخونم. صد در صد. اصلا من میخونم. واقعا ها. میخونم. یه کاری هست خودم. من یه وقتایی همچین وقتی گیتار میزنم، یه وقتایی موسیقی خودش صدام میکنه. خیلی تلاش نمیکنم که چیزی رو بسازم. خودم رو آهنگساز نمیدونم، خیلی نوازنده گیتارم نیستم، کار خودم رو میندازم. شاعرم نیستم. من یه روز حالا جمع که خودمونیه، آدم باید صادق، من عاشق صادقانه صحبت کردنم، هرچی که هست باید بگم. من یه دوست خیلی خوبی داشتم، یه دوست دختر خیلی خوبی داشتم توی شهرمن 6-7 سال پیش. بذار بهت میگم چی شد. میگم الان 6-7 سال پیش لواسانی میخواد بزنه الان کجاست؟ آقا لواسانی خیلی سیزا میخواد بزنه.
ولی 6 7 سال پیش بود که با اون دختر آشنا شدم. بسیار تجربه خوبی بود، دختر بسیار خوبی بود، ولی خب کلا نشد. و جالبه، با هم دیگه ارتباط داشتیم یه مدت خیلی کوتاهی بعد از اینکه تقریبا تموم هم شده بود ارتباطمون. یه وقتی با هم یه تاکسی هم میدادیم، داستان واسه 5-6 سال پیش، من اصلا آمریکا نبودم و یه روز دیدم که توی خونه بودم، یه تکس به واسه هم اومد، دیدم ببینم چی نوشته. شروع کرد واسه هم نوشتم و یه چیزی توش نوشته بود که خیلی توجه منو جلب کرد. واسه هم نوشته بود که آیدین، شاید من تو زندگیم خیلی کارا کردم که ازش پشیمونم، ولی شاید یکی از کارهایی که کردم نسبتاً ازش پشیمون هستم، یعنی واسه هم نوشته ازش پشیمون هستم، اون بود که جدا شدن از تو بود. و من حقیقت شو بخواید واسهش نوشتم آرزوی بهترین ها رو واسهت میکنم، ولی باورتون نمیشه، من یه روز بعد از ظهر ساندهی بود، یک شنبه بود، نشسته بودم خونه، گیتارم رو گرفتم دستم، یهو دیدم یه ملودی و یه شعری اومد توی ذهن من. من اصلا تلاش نکردم که این کارو کنم، ولی همیشه من یاد گرفتم فوری میگیرم اینو ضبط میکنم بخاطر اینکه میره. سو اینو گرفتم ضبط کردم، بعدا گوشتم بد نیست، قشنگه. الان میخوای اونو بخونی برامون؟ اگه اجازه بدید. خب این قسمت اعتقاد داشتی نه؟ خیلی زیاد. الان لواصلی میگه شمارش بده اقلا من شاید به من چی؟ چرا اینقدر؟ افتخار آیدی، افتخار آیدی. ولی باز تنها میشم، با خودم حرف میزنم که شاید خوب بودی تو، ولی من خیلی بدم. مگه من دیوونم که تو بخوای و من کتا بیام؟ مگه من دیوونم که تو بری و دنبالت نیام؟ مگه من دیوونم با خودم کنار بیام؟ آره من دیوونم، تو برو تا تهش میام. مگه من دیوونم که تو بخوای و من کتا بیام؟ مگه من دیوونم که تو بری و دنبالت نیام؟ مگه من دیوونم با خودم کنار بیام؟ آره من دیوونم، آره من دیوونم. ولی خب چه کنم، دست خودم نیست، یادم که میاد چشمان میشه خیس، یاد حرفای قشنگ اون چشای مهربون، میگفتی چه صدایی آیدین فقط بخون. مگه من دیوونم که تو بخوای و من کتا بیام؟ مگه من دیوونم که تو بری و دنبالت نیام؟ مگه من دیوونم با خودم کنار بیام؟ آره من دیوونم، آره من دیوونم. برق برگشت، گذشته گذشت، میخوام که بدونی چی به من گذشت. حالا که دستات گره خورده تو دستاش، نگو که پشیمونی به چسب حرفاش. شاید که بفهمی برای دسته یه وقتا بهترن از آدم خسته. درست زندگیمون یه دست نبود، ولی خب درست میشد بهونه بسه. مگه من دیوانم که
مگه تو بخوای و من کتا بیام، مگه من دیوونم که تو بری و دنبالت نیام، مگه من دیوونم با خودم کنار بیام، آره من دیوونم، آره من دیوونم، مگه من دیوونم که تو بخوای و من کتا بیام، مگه من دیوونم که تو بری و دنبالت نیام، مگه من دیوونم با خودم کنار بیام، آره من دیوونم، آره من دیوونم، آره من دیوونم. توی تاکه قد کشیده پا گرفتی توی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که من همینم، راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من هنوز زمینم، میزنم چوب زیر ساقت واسه لحظه های رست، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن، توی سرما و تو گرما سایتم نجاتم، عمری تو هجوم باد وحشی سپر بلاتم، عمری آدم ها هجوم آوردن، برگای سبز تو بردن، توی پاییز و زمستون سایت رو به من سپردن، سنگینیت رو سینه من، ساقتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر قوم، ندیگه پا میشم این با خالی از هر شک و تردی، میرم اون بالاها مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم بسه هر چی سختی دیدم، انقدر زج کشیدم تا به آرزوم رسیدم، بذار آدم ها بدونن میشه بیهونه نپوسی، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون و بوسی، بذار آدم ها بدونن میشه بیهونه نپوسی، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون و بوسی، بذار آدم ها بدونن میشه بیهوده نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون و بوسید، میشه آسمون و بوسید. مرسی. مرسی از همه شما، سپاس برنامه تکتایتون که این برنامه رو رنگی و جذاب میکنید. مرسی، مرسی مهدار عزیز، مرسی از شما، مرسی به افتخار ارکستر تو.